سلام، مصطفی زدی هستم. در این قسمت از جاف رسیپی با دم‌آوری قهوه‌ای از کشور هندوراس در کارتون هستم. این قهوه در مناطق سانتوروزا و در مزرعه لاسکایتاس پرورش پیدا کرده. رقم این قهوه از زیرگونه پایناما هستش و در نهایت فراوری نشار انروبیک بر روی این دانه ها انجام شده. یک روش بسیار ساده دم‌آوری براتون آماده کردم امروز و از یک گجت مخروطی استفاده می‌کنم برای دم‌آوری. همونطور که می‌بینید از اوریگامی دارم استفاده می‌کنم، سایز متوسط، اجنس سرامیکیش و در نهایت از فیلترهای مخلوطی یا کون برای دم‌آوری استفاده می‌کنم. از 20 گرم قهوه استفاده کردم با درجه آسیاب 22 کامندانته که معادل 550 میکرون میشه. آسیاب شده این قهوه. در نهایت از 300 گرم آب استفاده می‌کنم برای دم‌آوری با سختی آب 90 پی پی ام و از نسبت دم‌آوری 1:15 استفاده می‌کنم. به خاطر فراوری انروبیکی که برای این دانه انجام شده از دمای پایین‌تری استفاده می‌کنم برای دم‌آوری، دمای 90 درجه سانتیگراد تا بتونم فلیورهای بیشتری رو در کاپ نهایی براتون نگه دارم. خب دم‌آوری رو آغاز می‌کنم. یک نکته در مورد ورایتی زیرگونه پایناما براتون بگم، اونم این هستش که زیرگونه پایناما نسبت به زیرگونه‌های دیگه داره دنسیتی پایین‌تری هست و خب ضررات قهوه در زمانی که شما دم‌آوری می‌کنید آب رو خیلی سریع‌تر از خودشون عبور میدن. طبیعتاً زمان دم‌آوریمون کوتاه‌تر میشه و به خاطر همین شاید فکر بکنید که زمان دم‌آوری باید به هر طریقی پس طولانی‌تر بکنید، درجه آسیاب ریستر استفاده کنید یا استپ‌های دم‌آوریتون رو طولانی‌تر بکشید تا بتونید زمان استانداردتری داشته باشید. در دو حالت میتونم بهتون بگم که نتیجه متفاوتی پیدا می‌کنید و بهش می‌رسید و در نهایت فقط یک کاپ گلالود یا اصطلاحاً کاپ مادی براتون به وجود میاد. من دم‌آوریم رو آغاز میکنم. به خاطر تازه رست بودن این قهوه فاز بلومینگم رو در دو قسمت انجام میدم و در کل سه پارت دم‌آوری دارم. در قسمت اول دم‌آوریم 50 گرم آب رو بر روی ساعت قهوه میزد در مدت زمان 10 ثانیه. تا ثانیه 30 صبر میکنم. قهوه در حال حباب زدن هستش و به خاطر تازگیش کاملا حباب های بسیار زیادی برای سطح وسط قهوه وجود میاد. رایحه بسیار شیرین و فانتزی قهوه دارم دریافت میکنم، یادآور آدامس توت فرنگی برای من این رایحه. در ثانیه 30 50 گرم آب دیگر رو بر روی سطح قهوه میریزم. از ثانیه 40 تا دقیقه 1:20 از دم‌آوریم صبر میکنم، کاملا گاز از داخل ذرات قهوه خارج بشن، فاز بلومینگم کاملا انجام بشه و ذرات قهوه در حال اشباع شدن هستن و آماده یک بوره بسیار سنگین تر با ریزش بیشتر بر قسمت سوم دم‌آوریم هستن. خب در دقیقه 1:20 ادامه دم‌آوری رو انجام میدم. یه مقدار کتری رو بالاتر نگه میدارم، تریبولنس بیشتری بر روی سطح قهوه میدم و تمرکزم بیشتر در مرکز دایره هستش چون گجت مخروطی دارم استفاده میکنم و از سایکلینگ بتونم جلوگیری کنم در دم‌آوری. خب پورینگ هم تمام میشه. همینطور که دارید میبینید سرعت استارگیری زیاد هستش در این دم افزار. اگر همین روش دم آوری رو در یک گجت دیگه مثل V60 بخواین استفاده بکنید باز سرعت دم آوریتون به همین ترتیب هست، سرعت استارگیریتون و تفاوت چندانی نخواهد کرد. خب دوستان، دم آوری من در زیر 2 دقیقه به اتمام میرسه. یک باور رایج وجود داره از اینکه اگر ما دم آوریمون رو کمتر از 2 دقیقه بخوایم انجام بدیم، شما با یک کاپ آندر و در کنارش المان های شور و ترشی در کاپتون با شور برو میشه. در صورتی که با تجربه که من روی قهوه های انروبیک داشتم و قهوه هایی که چگالی پایین تری داشتن و درجه آسیاب درشتری استفاده کردم و زمان قدم آوریمو کوتاه‌تر کردم و در نهایت خیلی نتیجه مثبتی رو بهش رسیدم، اونم این بوده که بتونم محصول بسیار نرمتری داشته باشم، سویدنس بیشتر و در نهایت فلیورهای بسیار شفافتری رو در کاپ به وجود آوردن. خب این قهوه رایحه بسیار شیرین داره، همونطور که براتون گفتم فانتزی و در کنارش بسیار میوه‌ای هستش و المان‌های طعمی که از این قهوه میتونید دریافت کنید بادی متوسط رو به بالاست، سویدنس متوسط رو به زیاد و در نهایت اسیدیته متوسط رو به کم.
میوه هایی مثل آلیوی سیاه رو در این قهوه دریافت میکنید، در کنار شکلات، انگور و توت فرنگی. میرسیم به قسمت جذاب دعاوریمون که من بسیار ازش لذت میبرم و اون هم سرو این قهوه دوست داشتنی برای شماست.